باشه بابا بریم نمیش صحبت کنیم. اوکی لیتس گو. سلام بچه ها چطورین؟ آقا همونطور که گفتن امروز خواهیم در مورد ماهی انجل یا همون آنجل صحبت کنم. من این لباسه رو پوشیدم، این انقدر چیزه یقش تنگه نمیتونم میکروفون چیز کنم بهش وصل کنم، مجبورم اینجا بذارم و حالا اگه معلوم هم نبود من گفتم معلوم شد. امروز در مورد ماهی آنجل میخواییم صحبت کنم، یکی از پرطرفدارترین ماهی های آکواریومی که از قدیم الایام زمانی که حضرت نوح وارد کشتی شد، این ماهی با حضرت نوح وارد کشتی شد و یه جفت توی آکواریوم داشت نگهداری میکرد و سر همین داستان جز ماهی هستش که خیلی طرفدار داره، خیلی گونه های مختلف گونه که نه رنگ بندی های مختلف داره و کلا سه دسته آنجل توی تقسیم بندی ها هستن. حالا حتما رنگ های مختلف هم دارن که اونا بهتون در ادامه میگم و اصلا آنجل هایی که تو مغازه داریم اونایی که هستن و یعنی اونایی که تو این لیست هستن و میتونم بهتون نشون بدم حتما نشون خواهم داد. داستانی که در مورد آنجل هستش، نگاه کنین شما سرچ هایی که میکنین در مورد آنجل حواستون باشه ما آنجل آب شور هم داریم، آنجل آب شیرین هم داریم. پس توضیح اولی که در مورد ماهی آنجل یا همون آنجل یا فرشته ماهی میتونم بهتون بگم اینه که این ماهی جزء سیکلید های آمریکایی هستش، یعنی جزء دسته سیکلید ها هستش و عملا اون نگهداری که شما برای سیکلید های آمریکایی دارید برای ماهی آنجل هم میتونید داشته باشید، یعنی عملا بیسشون یکیه. ناگهان تو بحث قلمرو، تو بحث نگهداری ماهی آنجل توی خب بومی برزیل هستش دیگه و اتفاقی که در مورد این ماهی میفته اینه که این ماهی دوست داره گله شنا کنه. شما توی آکواریوم هر چه تعداد آنجلات بیشتر باشه بهتره، ولی این نیازمند اینه که شما یه فضای مناسب برای ماهی داشته باشید. تقریبا هر 15 لیتر 20 لیتر چه شما بتونید یه آنجل نگهداری کنید. اگه یه آکواریوم مثلا 120 لیتری داره نمیتونید 30 تا آنجل توش داشته باشید، نهایتا مثلا 6 تا آنجل میتونید توش داشته باشید. و علتش هم اینه که یک، اینا امکان داره جفت بخورن، جفت خوردن درگیری ایجاد میکنه و بالاخره باید حواستون باشه که اون اتفاقاتی که شاید در ادامه بعد بزرگ شدن ماهی ها بیفته رو حواستون باشه پیشبینی کنید. و همیشه این که بچه ها خیلی دقت کنید که ماهی هایی که کنار ماهی آنجل نگهداری میکنید باید ماهی ها باشن که با این ماهی سازگار باشن. آنجل اصلا اون مدل پروبالش، پروبال بلند، خوشگل، بزک، جیگر حالا خب این باعث میشه که بعضی ماهی ها علاقه پیدا کنه این دوم این ماهی رو بزنن. پس ماهی های فین نیپر، ماهی هایی که دوست دارن باله بقیه ماهی رو بزنن، کنار ماهی آنجل مناسب نیستن. مثلا باربا مناسب نگهداری کنار آنجل نیستن. یا ماهی هایی که خیلی سری شنا میکنن و توی رقابت غذایی قوی تر از ماهی آنجل، یعنی بهتر میتونن غذا رو بگیرن، مناسب نگهداری کنار آنجل نیستن. ترجیحاً باید ماهی ها رو نگهداری کنید کنارشون که یک، اندازه دهن آنجل نمیشن، دو، یعنی خیلی ریز نیستن، دو، خیلی شناهای سریع عجیب غریب مثلا بارب هندی یا بارب فلامت اینا، چون من داشتم کنارش و باعث شد آنجل بمیره، تو رقابت غذایی کم میاره و اینا مناسب نیستن. به علاوه این که ماهی فین نیپر هم مناسب نیستن. ترجیحاً ماهی که از خود زیست بوم آمریکای جنوبی باشن خیلی عالیه. شما میتونید آنجل رو با مثلا نمیدونم، من دیدم با سوروم نگهداری میکنن آنجلو، من دیدم با دیسکس نگهداری میکنن آنجلو، با تتراهای مختلف نگهداری میکنن آنجلو، با مثلا ماهی اوران نگهداری میکنن، با رنگین کمانی ها نگهداری میکنن، خیلی باحال و جذاب میشه. حتی دیدم با آروان هم بعضی نگهداری میکنن، با آروان سیبه. و به صورت کلی نگهداریش به این صورت هست. حالا من تو ادامه ویدیو یه سری نکات دیگه در اون نگهداریش میگم و میریم وارد بحث این که آقا این نژادهای مختلفش و رنگای مختلفش رو وارد اون میشیم که حالا گونه مختلف هم بهتون نشون میدم که عشقش رو ببرید و لذتش رو ببرید. فعلا چون در مورد آنجل ویدیو نداشتیم، بیس نگهداریش رو توضیح مختصر بهتون میدم، بعد بریم سراغ ادامه ویدیو. خب بچه حالا نکته ای که میخوایم در مورد ماهی آنجل بهتون بگم، اول تغذیهش و بعدش شرایط نگهداریش. ناگهان مثل همه سیکلیدهای آمریکایی که آبهای نرمتر رو دوست دارن، شما بهتره که آنجل توی آب نرم، آبی که تیدیسش پایینه نگهداری کنیم. ولی به این دلیل که اکثر آنجل هایی که توی بازار هستن آنجل هایی هستن که تکثیر اسارت هستن، یعنی از طبیعت نیومدن، اینا به آب منطقه شما امکان داره عادت کرده باشن. مگه اینکه آنجل های وایلد کات، یعنی آنجلی که مثلا یو از طبیعت چیکار شده رو بخری که خدا تو من پول دادی و دیگه اون کسی که اون همه پول میده تحقیقش هم میکنه و شرطش رو ایجاد میکنه. ولی اگه آنجل معمولی میگیرید
ترجیحاً یه آب همون آب شیر تو شاید جواب بده و مشکل نداشته باشه، تو همین آب شیرم تکثیر میشه، ولی آب آرو باشه چه بهتری. آب خود آرو کاملا آرو نه، یعنی تی دی اس بین مثلا 100 تا 200. داشتن یک مقدار پیهاش خونسا و پایین بد نیست. کاتاپا بزنید، ازاره کاتاپا بزنید و چوب داشته باشید تو آکواریوم. و اینکه آیا توی گیاه میشه نگهداریش کرد یا نه، ناگهان ماهی آنجل توی وسعت زیادی از دکورا میشه نگهداری بشه. یعنی شما میتونید تو آکواریوم پلنت نگهش داری، چون نسبت به دیسکس به دما کمتر حساسه. توی آکواریوم دکور معمولی کامیونیتی، یعنی ماهی دیگه کنارش باشن، و حتی تو بعضی دکورای گوشخوار میشه نگهداریش که با توجه به حالا اون تانک میتا یا اون ماهیه که کنارش هستن. و به صورت کلی اگر میخواید تو کنار گیاه نگهداری کنید، ترجیحاً پیش گیاهای نگهداری کنید گیاهای شیرین نباشن و گیاهایی باشن که برگای زخیمی دارن. چون آنجل مثلا گیاهایی مثل شیویدی، گیاهایی مثل گندمی، گیاهایی مثل دونگو اینا رو میخوره و بهتره که مثلا اگه میخواد گیاه داشته باشه کنارش، جاوا فرن داشته باشی، آنوبیاس داشته باشی، خنجری آمازون داشته باشی، کریپتونای بلند داشته باشی، به این دلیلی که اونا تلخ مزدن یکم زمختر نمیتونه بخورشون. و همچنین روی برای تخم گذاری هم اون برگای پن خوراک اچینو درست داشته باشی. اون برگای پن خوراک آنجل، یعنی میاد روی اون قسمت تخمشو میذاره و میتونید حتی بچه آنجل هم داشته باشی و تکثیرش کنید، چون تکثیر سخت نداره. توی یه گله آنجل نرماده هم دیگر پیدا میکنن و حالا اونا یه قلم رو برای خودشون تشکیل میدن و تخم گذاری میکنن و حالا دیگه اون مراحل بعدی که حالا تکثیرش ویدیو جدا باشه. من زیاد علاقه بدم به صحبت در تکثیر ندارم، چون کسی که میخواد تکثیر کنه خودش پیگیر میشه و فقط به این راحتی هم نیست، باید یه سری آزمون خطا هم داره. و عرضم به خدمتتون که مورد بعدی تغذیه. آنجل همه چیز خار، یعنی جز ماهی گیاه خار نیست، گوش خار هم نیست. شما میتونید از میگو بهتر غذا شرکتی بدین، میکس میگو، میکس سبزیجات، غذاهای شرکتی که کریل داره داخلشون، بعد آرزان به خدمتتون که پروتئین نسبتا بالاتری داره و اسپرولینا داره، این ترکیب گیاهی و گوشتی با هم دیگه است، بهترینش همین که غذای شرکتی استفاده کنید و خیلی راحت از ماهی نگهداری کنید. اصلا ماهی نیست که تو غذا خوردن اذیتت کنه، مثلا بگید نه غذا نمیخوری مثلا بعد غذا، نه شرایطش اوکی باشه مشکلی نداره. ولی یه نکته خیلی مهم در مورد ماهی آنجل هستش، اینه که این ماهی به شدت به تداخل باکتریایی مثل دیسکس و گوپی حساسه. یعنی شما ما تو مجموعه هم الان حالا نشوتو میدم، توری که باش فلان آنجلو میگیریم، اون یکی آنجلو باش نمیگیریم، درسته؟ خب و خیلی سریع امکان داره اینطوری آسیب ببینه. و بعضی دوست دارن مثلا میان یه آنجلو میخره، بعد میره یه آنجل دیگه میخره، یه آنجل دیگه از 3 تا 4 تا تانک مختلف 4 تا رنگ مختلفو انتخاب میکنه، بعد میبره خونه میبینه همشون یه گوشه کس کردن. آلف از درست میگم؟ آره. اینجا باید داروی اون داروی تداخل باکتری، که بچه‌مون یه دارو اختراع کرده، داروی تداخل باکتری، نمیگه داخلش هم چی ریخته، ولی ما اعتماد کردیم چون از بچهای آره فرمول سری از بچهای قدیمی هم و دیگه ما میگیم اوکی دیگه، تست هم شده توی آزمایشگاه های معتبر، توی آزمایشگاه سیگم تستش کردیم. عالی بود. نه ولی رو سایتمون که اینجا آدرسش هست که بزنید دارو تداخل باکتری، یه دارو هستش که استفاده میشه برای تداخل باکتری. ولی به صورت کلی اینه که تداخل باکتری هم ایجاد میشه توی آنجل، دیگه حواستون باشه. دماش هم که همون دما بین مثلا 23 درجه تا 27 درجه برای آنجل خوبه، نسبتا آبای گرمتر دوست داره. و دیگه بریم سراغ مدل های مختلف آنجل. ناکنین سه تا گونه اصلی دارن، رنگ های مختلف رو کنن، سه تا گونه اصلی آنجل دارن که یک آنجل آلتوم هستش که عملا بزرگترین آنجل حساب میشه، یکی آنجل پوزدار هستش که حالا ناکنین توی سایت های خارجی به معنی آنجل ریر حساب میشه، ولی ما اینجا یه عالم آنجل پوزدار داریم و یه مدل آنجل معمولی که حالا معمولا هستش. حالا بریم در مورد رنگاشون صحبت کنیم. ناگهان اولی آنجل سیلور هستش که حالا همونطور که تصویر می‌بینید بیس بدن نقره‌ای و داشتن سه تا خط روی بدنش نشون دهنده اصلی این آنجل هستش. فرق نر و ماده رو در کل بخوایم بهتون بگم، ناگهان نرها بدن سر پهن‌تری دارن، یعنی روبرو نگاه می‌کنید معمولاً قطورترن و روی آرزم به خدمتتون قسمت
اینال فینشون، یعنی قسمتی که اینال فین فارسی باله مخرجیشون، خب مدل کلا سیکلیدا مدل مخرج نرم ماده با هم متفاوته که حالا تو یه ویدیو بعد ماهی یه ماهی گنده داشته باشه قشنگ نشوتون میدم که یکیشون شبیه دو تا او، یکیشون شبیه او یو هستش و بازم حالا مثلا ماده ها لول میزنن، یه سری مشخصه های اینطوری دارن. تو آنجلایم که رنگ بندی دارن، خب کلا نرا رنگ و پترن بهتری دارن و هد به مثلا نرا هد میزنن. زمانی که میخواد آنجل بخواید حواستون باشه آنجلایی که کلا لاغرن و موقع خریدن تهیه نکنید، سعی کنید آنجلی که از روبرو نگاه کنید یکم گوشت به بدنش باشه تهیه کنید، چون توی جابجایی کلا ماهی کسش بعضی وقتا اذیت خواهد کرد. سر همین داستان این نکته رو وسطش داشته باشه. این دارو هم که گفتم داروی باکتریال اینترفرنس از برند نمیتونم بگم چون به من پولی بابت تبلیغ ندادن، فقط معرفی. آنجلا بعدی بچه هم زبرا اینا که هستن همه جز کامن آنجل آنجلای معمولی حساب میشن. زبرا آنجل هستش که زبرا آنجل فرقش با سیلور آنجل چیه؟ فرقش اینه که اصلا کلمه زبرا همون زیبرا یعنی گوره خری. زیبرا آنجل یا زبرا آنجل تلفظار خب 6 تا خط داره رو بدنش، خب یعنی تعداد 6 تا یا بعضیشون 8 تا، تعداد خطاشون بیشتر داره که سیلور فقط 3 تا خط داره. علاوه ظاهری تقریبا همشون بیس نقره‌ای دارن، حالا یه جاهایشون مثلا با توجه به عرض به خدمت که اون حالا ژن اون آنجل با توجه به پدر مادرش، با توجه به حالا اون پدر مادرش شد، یه سری پترن رو آنجلا ایجاد میشه که مثلا یه آنجل من داشتم میخوندم مثلا توی آنجل گلدن اولین که اونم حالا نژاد بعدی است که میخوام بهتون بگم، آنجل گلدن آنجلی است که خب طلایی هستش دیگه. اولین آنجل گلدن چطوری تولید شده؟ یه نفر داشته آنجل بلک لیس یعنی آنجلای مشکی رو تکثیر میکرد، دیده یه دونه توشون رنگش بچه فرق داره و همون یه دونه رو مثلا بزرگ کرد این طلایی شد، یعنی به صورت کاملا شانسی و دیگه حالا از اون بچه گرفته حالا گلدن ها بیشتر شد. بعضی وقتا یه سری بهشون چی میگن یه کلمه انگلیسی خوبی داره، حالا این مدل هیبرید ها بعضیشون کاملا بای چانس یعنی شانسی ایجاد میشن. آنجل بعدی آنجل کوی هستش که آنجل کوی اصلا چرا بهش میگن آنجل کوی؟ چون اون پترن رنگ نارنجی معروف کوی رو روی قسمت سرش داره و حالا کوی و کوی ماربل فرقشون چیه؟ کوی معمولا سفید یه نارنجی رو کلش داره، کوی ماربل یکم مشکی و اینا هم قاطیش داره که میشه فرق کوی و کوی ماربل، که من خودم شخصا زیاد آنجل مورد علاقه نیست ولی خیلی طرف داره و هرچی بزرگتر میشه اون نارنجی رو سرش حالا با توجه به اون غذاهایی که خورده امکان داره پررنگتر و پررنگتر هم بشه که خیلی ها دوستش دارن. معمولا بیسش سفیده، یه سری نارنجی رو دوم و کمرش هم باشه. آنجل بعدی بچه که من خیلی دوستش دارم و جز آنجلایی هستش که شما هم میتونید، اینا که بیشتر دارم میگم تو ایران هست همشون، شما هم میتونید داشته باشینش و خیلی آنجل زیباییه. قبلا خیلی گرون بود، الان قیمتش خیلی بنده پایین‌تر. آنجل بولگارین هستش یا آنجل بلغاری. آنجل بولگارین یه ویژگی خاصی که داره، بدنش تقریبا سفید آبی، یعنی بیشتر نمیدونم بیشتر سیاه رو تو تصویر دارید نمیبینید، خودتون خانوما بهتر رنگا رو میتونن تشخیص بدن، ولی اون حالت مشکی که روی بالاهای پایین و بالاش داره فوق العاده ماهی رو زیبا میکنه و اگه دکور مثلا تیره داشته باشین خیلی چشم نواز میشه. ناگهان شما زمانی که رنگ ماهیتو میدونی، مثلا میخوام بگم من این آکواریوم رو، برای همین من میگم که مثلا قبل اینکه آکواریوم رو تهیه کنید بنویسید میخواید چی بذارید توش و اینا، علتش اینه که شما همین که وقتی آکواریوم دکور رو میزنید بعد میری همینطوری رندوم ماهی میگیری واسش، معمولا اون نتیجه که میخوای نمیده، ولی وقتی مثلا میدونی که من میخوام برای آنجل بولگارین دکور بزنم، میدونی این ماهی رنگش سفید مشکیه، سفیدش بیشتره و شما میتونید توی مثلا بک‌گراند قهوه یعنی یه دکور پرچوب یا یه دکور بلک وادر، چون آنجا تو بلک وادر هم عالی میشه، خب میتونید یه رنگ بهتر ازش بگیری، زیبایی بهتری ازش بگیری. ولی آنجل بلک لیس که آنجل بعدی است که میخوام بهتون بگم، کلا بلک لیس آنجل است کلا مشکی هستش، حالا بعضیشون بالهای بلندی هم دارن. آنجل بلک لیس مثلا توی آکواریوم دکور مشکی شما یه دکور مشکی خدا بزنید مثلا خدا بیاد مثلا اجراش کنه، خب و آنجل بلک لیس توش بندازید معلوم نمیشه ماهی، یا با نورپردازی خیلی خفن باشه بازم معلوم نمیشه.
ترجیحاً مثلا باید توی دکور بزنن که بک‌گراند روشن باشه، کفت روشن باشه، یا آنجل سفید رو بیای توی دکور روشن روشن آنجل سفید بندازی، خب اون زیبایی رو نداره. این تضاد رنگو که بارها بهتون گفتم خیلی مهمه که داشته باشید. بعد از اون آنجل رد دویل، آنجلی که خیلی دوستش دارن و خیلی معروفه تو ایران، هم من ندیدم، آنجلی که بیس بدن سفید و کله قرمز، اون نژاد خوباش، اون ژن خوباش، هدای گونده و یه چیز فوق العاده زیباست که من توی پیج اوکی آکوا که فکر نکنم بتونیم از راشی ازش بذاریم، از خود اوکی آکوا با خاطر کپی رایت، اینستاگرام بزنید اوکی آکوا میاره، آنجل خیلی خفن و زیبایی داره که خیلی جذابه. حالا آنجل پلاتینیوم هم هست، آنجل آلبینو هم هست، که اینا پلاتینیوم و آلبینو فرقشون با هم دیگه اینه که پلاتینیوم چش قرمز نداره، چش هم مشکی، ولی آلبینو چش قرمزه و به خاطر اون زالی که داره سر همین داستان بهش میگن آنجل آلبینو. بعد از اون میره سراغ آنجل آلتوم، که آنجل آلتوم بچه معمولا وایلد کاتن، معمولا حتی آنجلایی هم هستن که شبیه آلتومن ولی آلتوم نیستن و به خاطر حالا ژن خوبی که دارن گوندن، چون آنجل آلتوم بزرگه و یک مقدار پوزه داره و بدنش هم کشیده است. آنجل آلتوم تا 33 سانت رشد ارتفاعی داره، یعنی شما یه آنجل حساب کن 33 سانت، یعنی تقریبا چقدر بگم، این دست منو، دست من فکر کنم مثلا 20 21 2 سانت باشه، اینقدر میشه ارتفاع بدن این ماهی و خب خیلی خفن ها. طولش نوانستان 18 سال نهایتان 15 سال 18 سال میشه. آنجل آلتوم بیشتر اون رنگ خفنش و اون سایز خفنش، بالاش به شدت بلنده و رنگ بندیش رنگ خاص و قرمز و آبی نارنجی نه، ولی رنگش رنگ ویژه‌ایه، رنگی که کم حالت ترکیب از سفید قهوه‌ای مشکی، ولی خب با ترکیب حرفه‌ای که خود خدا ایجاد کرده خیلی ماهی رو جذاب کرده که خیلی های ماهی رو دوست دارن. خب بچه اگه رو الان موافق باشین بریم تو مجموعه یه سری آنجلامون رو ببینیم چیا داریم و طبق الان این لیستی که من دادم بهتون، بازم هستن هم الان اونه که بیشتر تو ایران هستن رو معرفی کنم، بریم ببینیم چیا داریم و حالا بعد برگردیم در مورد بقیه چیزا صحبت کنیم. خب بچه‌ها نگاه کنید، این آنجل کوی ماربل هستش، قیمتش هم بهتون میگم مثلا این سایز 21800 تومان، و همونطور که بهتون گفتم فرق کوی ماربل با کوی اینه که کوی ماربل ترکیبی از رنگ هست. نگاه کنید مثلا این کله نارنجی دارن، این نارنجیش بیشتره و پترن های سیاه‌سفیدی که رو بدنش هست ولی بیسشون سفیده، این اصلا نارنجی نداره. کوی ماربل بخواید بگیرید دقت کنید مثلا اونی که نارنجیش بیشتره شاید جذاب‌تر باشه به نظر من. اینجا ما داریم اینو بگیر، ببین آبشوشش خرابه، اون واسه اون روشو کنه اونور، این روشو میکنه اونور، آبشوشش خرابه، یعنی حواستون باشه اینا که آبشوش خرابه نمی، آبشوش نداره، اینا حواستون باشه توشون زیاد پیش میاد، اینا رو نخرید. حالا اینجا بازم ما کوی ماربل داریم، اینجا کوی ماربل بزرگتر از اون یکی هست و میبینی رنگاشون یک مقدار پررنگ‌تره، حالا غذای خوب بخورن بازم پررنگ‌تر میشه. اینا 35800 تومان، یعنی قیمتاشون مثلا یکی نه خوشگله ولی آبشوشش خرابه، یا این چه خوشگله صورتش، ولی من حالا صورت سیاه دوست ندارم ولی خیلی خوشگله. ببینم دیگه چی آنجل داریم، شاید آنجل زیاد داشته باشه. خب بچه‌ها اینا که اینجا می‌بینید نه آنجل، من اول فکر کردم پلاتینیومه ولی یکم دقت کردم ببینید بالاشون، بالاش داریم تیره میشه، اینا آنجل بولگارینه که اینا خب آنجل خیلی خفنیه و بزرگ میشن خیلی خوشگل میشن بولگارینا، ولی خب حواستون باشه که من خیلی شبیه پلاتینیوم بود ولی تو زاویه مشکی بودنش معلومه. حالا پلاتینیوم همین ولی سفید، کاملا سفید. این یه مورد ربطی به آنجل نداره. خیلی جالب، ما بچه‌مون ماهیه که میپرن بیرون خوش میشن و اینجا به من یادگاری نگه دارم، ماهیه خوش، انواع ماهیه خوش، این یکم اینجاست، بیشتر اون لوشای هورس فیس نمیدونم کجا، یعنی کاملا در بسته است میپرن بیرون، عجیبه. بعد من تو آکواریوم لوش هورس فیس دارم، دو سال دارم درم نداره نمیپره بیرون. خب اینجا هم چند تا آنجل هست ولی نام بازم کوی ماربل، اون یه دونه فکر کنم بازم بولگارین باشه، آره میدونی پشت یکم بالاش میشه، یه دونه اینجاست، اون آجی اینقدر کوی ماربل داریم نکن، بازم کوی ماربل، چقدر آدم میتونه کوی ماربل داشته باشه. مثلا ما اینجا آنجل تیری بار، همون سیلور آنجل اینجا داشتیم، آنجل بلو
بلو تایگر، اینم راششو اگه پیدا کردی بلو تایگر، تایگر اونم خیلی خوشگله، ما میاریم زیاد میاریم. فکر کنم تموم شده بارش، یه لحظه برم اونجا معمولا داشتم، یه لحظه برم کوچیکاشو باید باشه. خب باشه، اینجا دو تا بچه‌شونه میبینی، باشه مایه هم بچه ها انداخته، اینا مریضن، اینا تو بیمارستان هم اینجا همه شما درمون میشه. میبینی چه خوشگله، اونو بگی این یعنی که خیلی بچه این داره بنده خدا تلف میشه تو دا آبشون که آبیه دارو زدیم. خب بچه ها سیلور انجل هم که بهتون گفتم یا همون آنجل سخت، اینا هستن و میبینی که بیسی نقره و حالا خطایی که رو بدنشون هست خیلی ساده و خیلی هم حالا نسبت ارزون قیمت، این سایزش مثلا 40-43 تومنه و خیلی هم جذابه. خب بچه اینم که میبینید این یه آنجل آلبینو، میبینید چشاش قرمزه، خب این کاملا زاله و یه بچه آنجل آلبینو خیلی خوشگل خفن داره اینجا شنا میکنه و کلاش گره تو 3-2 برون بر. فکر کنم نرم باشه، حالا معلوم نیست الان، ولی کلا فکر کنم نرم باشه تو پلنتمونو، خیلی هم خفنه. خب بچه خیلی ممنون که تو این ویدیو همراه من بودیم، امیدوارم که از اطلاعاتی که دادیم لذت برده باشه. اگر که نظر خاصی دارید یا میخواید ماهی خاصی هم صحبت کنیم حتما برام کامنت کنید. ماهی که دمشون ویدیو ساخته که میگم من چانال رو 1000 بود گفتم، ما دو تا چانال ویدیو گرفتیم سر همین، ماهی که نگرفتیم اولویته، برام حتما کامنت کنید. ممنون که ما سابسکرایب دارید، ما رو حمایت میکنید. فرض اصلا دفیش که ببر.